به نام خداوند بخشاینده مهربان. دوستان ارجمند، هموطنان گرامی، با سلام و تقدیم احترامات صمیمانه بازم در حضور شما قرار دارم و برنامه از گپ گپ میخیزه را پیشکش حضورتان میکنم. برنامه امروز یک برنامه کاملا متفاوت است و قبل از اینکه ما به اصل صحبت بپردازم، امروز می خواهیم برای اولین بار اعلان کنم که من بعد در صحبت های خود و در تبصره های خود من لحاظ هیچ کس نمی کنم. یعنی قبلا ملاحظات پیش ما بود، ملاحظات پیش ما بود که ما او را در نظر داشتم، چون در فرهنگ ما وقتی که سر یک شخص شما انتقاد کنین، طوری که روز پیش گفتم، کل فامیل و دوست و رفیق و هر کس که میشناسه او آدم یا او فامیل یا او قم دشمن آدم میشه. اما از آنجایی که من هیچ کدام مجبوریت ندارم کس کس حراس داشته باشم و یا ترس داشته باشم و جانب به اصطلاح جاده میشه دو طرفه میباشه، یعنی که اگر شما او ملاحظات در نظر میگیرین، باید طرف هم بیوز از اینکه در غیابتان صحبت های ناجایز بکنن، اونا اقلا هم یک انعطاف پذیری نشان بتن. اگر تشکر نمی کنن، بدگویی خو نکنن. حتی مقامات که امروز از امریکا رفتن در گذشته، ما به کارشان غرض ندارم که اونا موتروان بودن، تاکسی درایور بودن یا وظیفه بود، ما هم کارهای بسیار پایین در جامعه امریکا کردیم و کار کردن، هیچ عیب و نقص نداره. اما امروز که رفتن، از بد حادثه یا از خوب حادثه مقامات اشغال کردن و ضمناً دست به چپاول و چور و خیانت هم میزنن دیگه. حتی بعض وقتا که شما یک کار بسیار خوردم داشته باشین، با شما صحبت نمی کنن و به شما گفته مردم قدر و منزلت قائل نیستن، بنان ما هم یعنی امون نزاکت ها را مشکنانیم و بعد از این، یعنی من بعد مستقیم سرشان صحبت میکنیم، هر کس که باشه. یعنی اگر برادرایم هم باشه، جمیل مسکینیار، خوشحال مسکینیار و هارون مسکینیار، اگر اینا هم مخصوصا در مسائل ملی، در مسائل کشوری، در مسائل مردم افغانستان و ای که سرنوشت مردم افغانستان، اگر اونا از دید خود یک چیز قضاوت میکنن و میگوین یا عمل میکنن، مسئله شخصی است. اما ای که اگر در قبال یک جنایتکار استاد شان و با جنایتکار به عباره دیگه دست خود یکی کنه و در تاراج و چپاول ثروت ملی و بیت المال اینا شریک و همصدا شن، در اون صورت من لیاز شرح نمی کنم. از گپ گپ می خیزه، شروع شد دیگه. روز جناب خداوند مغفرت چون کنه دکتر صاحب عزیز الله لودین با ما گفت، گفت که امی آقای سید ساق گیلانی از ما بسیار خفه است. گفتم چرا دکتر، چرا خفه است؟ گفت ما از یه آدم در یک حزب بودیم، حتی بخلم در کدام در خانه هم زندگی میکردیم، رابطه بسیار خوب داشتیم و رفاقت ما سالها دوام داشت. عالم، ما برش احترام دارم. گفت که یک موضوع برامد که در حدود 14,000 جریب زمین در خوگیانی ولایت ننگرهار توسط سید ساق گیلانی و دوستایش یا بعضی از خویشاوندایش غصب شده. گفت من دوسیه را ترتیب دادم و برای آقای کرزای هم دادم، کرزای که بفرستین به لوی سارندوالی. دوسیهش خب طبق معمول حفظ شد. به سید ایساق گیلانی به من زنگ زد، گفت برادر، ما تو سالها نان خوردیم، ما تو سالها با هم زندگی کردیم، ما بر تو قدر احترام داشتم. لودین صاحب مرحوم برش گفت، گفت من برش گفتم که ایساق جان یا آقای گیلانی، دوست تستم، رفیق تستم، همیارم بیا نمک ما بخو، ما میم نمک تا میخورم، اما در دوستی شریکت نیست. بران دوستی ما، رفاقت ما، آشنایی ما بجای، اما در دوستی و چپاول و غارت ثروت ملی و بیت المال ما با هیچ کس رفیق نیستم. بر صورت صحبت امروز گفتم یک صحبت متفاوت است. ما تقریبا شاید دو هفته سه هفته سری تبصره کار کردیم. از مدت ها به این طرف بود که میخواستم روی این مسئله که بسیار مسئله مهم و حیاتی است و مسئله ملی است صحبت کنم.
نهات بعض منابع ما ضرورت داشتم که واضح چه ایچ انسان جامعه کمالات نیست. ما با جرمن آنلاین رفتم و سایر وبسایت های خبری و وبسایت هایی که مقاله را چاپ میکنن مثل آریانا افغانستان و سایرین همه را مطالعه کردم و یک چیز آماده ساختم. نهات مرا نظریات نیک یک از هموطنان ما بسیار زیاد خوشم آمد و ما با الهام از آنچه که پیشنهاد کرده و تبصره کرده ما صحبت امروز تدوین کردیم و خدمت شما تقدیم میکنم. البته در ادامه برنامه من نام او بزرگوار هم بر شما میگیرم و اونا را معرفی هم میکنم و عکسشان را هم برای صفحه تلویزیون میگذارم. صحبت را از اینجا آغاز میکنیم. به همه واضح است که هر ملت در بخشای مختلف اجتماعی از خود خصوصیات و اصالت‌هایی دارد که این خصوصیات و اصالت‌ها را من حیث هویت تذکره و شناسنامه خود می شناسد و بان سخت پابند است. هرگاه به این خصوصیات دست درازی شود، دست درازی به هویت ملی آن کشور محسوب می شود. بخش عمده از این خصوصیات در زبان متبلر است یا در زمان یا در زبان بهتر است بگم متبلر یا انعکاس یافته است. از آنجایی که افغانستان میراثدار فرهنگ‌های از شهرهای نامی و تاریخی کهن با قدامت چند هزار سال است مثل کابل نامی که دوره‌های بازمت را شاهد است یا غزنه سرزمین امپراتوری یا سمنگان نامی، زابل بزرگ، قندهار افسانوی، هری یا هرات باستان، بدخشان تاریخی، بامیان بزرگترین سرزمین علمی و اکادمیک بودایی یا بلخ، بامی ام البلاد و ده ها شهر و ولایت دیگر که هر یکشان بزرگترین دانشمندان، شعرا، ریاضیدانان، ستاره شناسان، اطبای بزرگ مثل البیرونی، ابن سینا، سنایی، مولوی، شمس، ناصر خسرو و دهاتن دیگر را به جهان دانش تقدیم کردند. از این رو زبان در افغانستان من حیث زبان بالا یعنی زبان میرزایی شناخته شده است، چنانچه در اکثر جاهای افغانستان کلمات مثل گسیل، گسیل یعنی ارسال کردن یا فرستادن، رست کردن، شکل شمایل، روان کردن و صدها واژه و لغت دیگر در محاوره روزمره به کار گرفته می شود. پس همین عوامل ذکر شده بالا سبب می شود که در افغانستان زبان بالا را دری و زبان کاملا عوامی را به نام فارسی شناسایی کنند، چنانچه اکثریت شعرا خود افتخار دارند که به زبان دری شعر سرودند و این گفته ما اطمینان دارم که مورد قبول اکثر چیز فهمهای افغانستان قرار میگیرد. مردم ما منظور عوام مسجد رو اکثرا شعر از شعرهای افغانستان را به خوبی میفهمند. حتی تعداد از بیسوادان مطلق از طریق گوش به شهود استعارات کنایات، تصاویر و سایر جزیات شعر مرزا عبدالقادر بیدل بزرگ بنا به علاقه مفرد آشنایی داشتند و دارند، در حالی که در ایران بسیاری از لغات عادی اشعار مولانا را خواص و عوام مشترکاً نمیفهمند که مجبور میشدند غرض افهام آن کلمات را در پاورقی ترجمه کنند. از گپ میخیزد. در وقت شهید سردار محمد داود خان سمینار البیرونی بود و ما هم جزء از مهماندارا بودم. تصادفاً دکتر مظاهر مصفا، اگر زنده باشه خداوند به حفظ امان خود نگاه کنه ایشان و اگر فوت کردن خداوند مغفرتشان کنه، که یک از دانشمندای ایران بود و در پوهنتون تهران درس میداد. ایشان داماد آقای امیر فیروزکویی شاعر نامدار ایران بودند و تصادفاً خانمشان هم حضور داشتند.
در غزنی من تصادفاً با اینا بیشتر نزدیک شدم و بسیار نظریات چند خوشم آمد. گفت شما میفهمین آقای مسکینیار یک دلایلی که ما به این سمینار آمدیم چیست؟ گفت ما میخواهیم که لغات سوچه و اصیل دری را از افغانستان ببرم و شامل ادبیات ایران بسازم و در دانشگاه روی صحبت کنم و البته در این مورد کار بیشتر انجام بدم. ضمناً آقای دکتر مظاهر مصفا از همکاری ها و توجه خاص جناب زلمه محمود غازی سفیر افغانستان در تهران هم امتنان و تشکر کرد و تا امروز گفت 4 بار برای لکچر یا برای کنفرانس ما از ایشان دعوت کردیم به پوهنتون تهران آمدن و در مورد تاریخ افغانستان و ادبیات افغانستان چیزهایی را بیان داشتن که ما قبلا نشنیده بودیم. برصورت پس از 1 هفته که ما پس به کابل آمدیم و رفتیم بعضی جایهای دیگر دیدیم، دعوتهایی بود از طرف رئیس جمهور وقت و سایر اراکین دولتی اشتراک کردیم. در روز آخر تقریبا 10 روز بعد، 7 روز نه 10 روز بعد در میدان هوایی به من گفت، گفت میفهمی ما چی کردیم؟ بکس خود کشید. گفتم چی؟ گفت ما 24,000 لغت اصیل فارسی را از افغانستان با خود میبرم که من میخواهم میره جاگزین بسازم، یه جاگزین بسازم در دکشنری که ایرانی ها ازش استفاده میکنن. به طور نمونه از کلمه دیگ نام برد که ایرانی ها او را قابلمه می نوشتن. در زبان فارسی این کلمه هیچ وجود ندارد، یعنی قابلمه، یا کلمه بی پدر و مادر و بی قاعده. یعنی منظور ای بود که آقای مظاهر مصفا گفتن که یک از کلمات بی پدر و بی مادر و بی قاعده در بین ما رایج است به نام دویست. ما دویست بر 200 میگیم، اما ایرانیا به عوض از اینکه 200 بگن 200 میگن، که هیچ شاعری از آن استفاده نکرده. حتی خانم سیمین بهبهانی شاعر معاصر ایران که میفرماید اگر بوسه میخواهی بیا یکنی 200 بستان و برو. به همین ردیف کلمات زیاد وجود دارد. اگر به شعرهای کلاسیک دقیقا مراجعه شود فراوان است و ناصر خسرو بلخی در سفرنامه خود به صراحت و وضاحت در مورد ایران امروزه در آن زمان می نویسد که در ایران مردم به زبان فارسی خوب آشنایی ندارند و مختلط حرف می زنند و اضافه می کند که وقتی شاعر بزرگ فارسی زبان آقای قطران نزد من آمد زبان فارسی را خوب بلد نبود و دلیل زندگی دیگر این که چون افغان ها با اصالت و ریشه زبان سر و کار دارند بنان به آسانی و سهولت می توانند هم گفتار تاجیک های تاجیکستان را بفهمند و هم ایرانی ها را، در حالی که اگر یک افغان زبان خود را کج و کور نکند و بخصوص تا زبان بالا و بلند خود را زبون نکند زبانشان را نمی فهمند بلکه زبونشان را خوب می فهمند. اکثر افغان ها حتی 3 سال 4 سال در ایران رفتن، حالا به شکل که نمیگیم به شکل صحبت میکنن. مثال بسیار ارزندش نتاقایی که در تلویزیون طلوع استخدام میشن، ما به گوش خود شنیدیم، یعنی اگر گناهکارم شام دروغ نمیگم، که تلویزیون طلوع چندین سال پیش اعلان میکرد که ما به گوینده ها و نتاق نمیگفت، ما به گویندگان ضرورت داریم که فارسی را با لهجه ایرانی صحبت کنن. همین خانم سیما سما که امروز به پارلمان افغانستان گفته مردم راه یافتند و وکیل شدند، ایشان وقتی که در تلویزیون طلوع صحبت میکردن من فکر میکردم یک ایرانی است. همکنون شما صحبتاش در بعض مجالس عمومی ولسی جرگه بشنوین و ببینین کاملا ایرانی صحبت میکنه. چرا تصمیم گرفته شد در این مورد صحبت داشته باشم؟ تبصره روزنامه میراج تایمز، شما ببینه از گپ نخیزه، تبصره روزنامه میراج تایمز چاپ سیدنی استرالیا مراوا داشت
تا بیشتر جرأت پیدا کنم و در این مورد صحبت کنم. من اطمینان دارم عده زیاد یا یک گده از افغانها با ما هم نوا نیستن، دلشان این نظر ماست، وقتی قبولم نمی کنن موافق باشن. نهایت جفا در حق زبان اصیل دری بسیار زیاد شده، از وزرای اطلاعات و فرهنگ گرفته تا دانشمندا، تا شعرا، تا نویسنده ها، تا هر کسی را که بشناسین بسیار جفا کردن. چی فرق میکنه که شما، من هیچ تعصب در مقابل دانشگاه ندارم، اما وقتی که شما دانشگاه را قصدن میگین و بر از این میگین که یک زبان ملی دیگه افغانستان توهین و تحقیر کنین، باز در وقت بر بدم میایه و می آدم ها به وضاحت نشان میتن که اینا چقدر تعصب دارن. هیچ دانشگاه پرابلم نیست، پوانتون ها مشکل هست، هیچ مشکل نیست، اردوی زبان خود ماست. مثل که در خانه دو موتر داری، یک روز یکی سوار میشی، دیگه روز دیگه موتر سوار میشی، از خود مالکش توستی، مالک هر دو زبان توستی. خوب است که شما شیر و شکر صحبت کنین، کمی برادرای پشتون ما بفهمن که شما چی صحبت میکنین، یک حس دوگانگی در بین مردم افغانستان ایجاد نکنین. بر صورت از گپ گپ نخیزه. تبصره روزنامه میراج تایم، چاپ سیدنی استرالیا، در تلویزیون ایران انترنشنال، بازتاب بسیار پرمعنا و بازتاب بسیار ارزنده داشت و مرا واداشت تا بیشتر جرأت پیدا کنم و در این مورد صحبت کنم. قبل از اینکه من به صحبت خود ادامه بدم، از شما خواهش میکنم که این تبصره را ببینین، بشنوین و با تعقیبش ما هم صحبت خود پس به پایان میرسانم. با ما باشید. رسانه ها این روزها درباره گسترش نفوذ ایران در کشورهای خاورمیانه از طریق متحدین و سازمان های دستنشاندهش صحبت میکنند. اما حالا یک پایگاه خبری در اقیانوسیه به این موضوع پرداخته که جمهوری اسلامی و رسانه های ایرانی چطور با نفوذ رسانه‌ای در افغانستان سعی دارن زبان دری رو تغییر بدن. پایگاه خبری میراج نیوز در استرالیا در گزارشی به این موضوع پرداخته که ایران با اعمال نوعی قدرت نرم تلاش میکنه زبان دری افغانستان رو دگرگون کنه. به اعتقاد نویسنده، رسانه های طرفدار ایران که از قضا با پول مالیات دهندگان غربی هزینه هاشون تامین میشه در این فرایند دست دارن. بنابراین مقاله تعداد بیشماری واژه های ایرانی، اصطلاحات عامیانه و تعبیرهای ایرانی از طرف رسانه‌های چاپی و آنلاین وارد افغانستان شدند که هدف بیشتر اونها از بین بردن لغت‌های قدیمی در افغانستانه. در ادامه می‌خونیم مجری‌ها و برنامه‌سازانی که در رسانه‌های تحت کنترل اقلیت‌های طرفدار ایران کار می‌کنند، با دقت و ظرافت لهجه ایرانی رو تقلید می‌کنند تا زبانشون رو از زبان محلی افغانستان متمایز کنند. بنابر این مقاله، وقتی در زبان دری کلمات پشتو که یکی دیگه از زبانهای ملی افغانستانه به کار میرن، حروف پشتو کاملا حذف شدن. نویسنده در پایان به این نتیجه میرسه که اگر روند نفوذ ایران به این شکل ادامه پیدا کنه، گویش هزارگی کم کم و در سکوت میمیره و از دولت افغانستان به خاطر ضعفش در تصویب مقررات مؤثر برای رسانه ها انتقاد میکنه. ایرانیان چون در تاریخ همیشه با ما در جفا بوده و صداقت مردم افغانستان در طول تاریخ حتی در مقاطع حساس سوء استفاده کرده و میکنند، از این رو برای ایجاد هویت مستقل خبرگان وقت با استفاده از زبان معتبر دیگر افغانستان یعنی پشتو، اصطلاحات و کلماتی را در زمان امیر شیرعلی خان فقید جاگزین کردند که تا امروز ما را از شر این شراران نجات دادن و آنها در برابر آن عاجز ماندن. ولی همکنون که وطن ما اضافه از 3 دهه در آتش جنگ می سوزد و داودوار جالوس زمانه را نابود کرده است، با روح بزرگ ولی خسته و زخمی به زمین نشسته است. ایران با استفاده از این فرصت می خواهد به آرزوهای برباد رفته دیرین خود نائل آید. این تبصره
فریاد آنهایی است که برای نجات فرهنگ و زبان خود و اصطلاحات مروجه زیبای کشورش شما را به کمک می طلبد. این فریاد ملت غیور افغانستان است که فرهنگش هر روز بیشتر از روز دیگر مورد تهاجم فرهنگی همسایه هایش، یعنی فارس دیروز و ایران بیمار امروز، توسط جاسوسان و گمشتگان قرار می گیرد. خاصتاً که میلیون ها افغان مهاجر از اقوام و تبارهای مختلف بعد از گذشت 20، 30 و حتی 35 سال با وطن برگشتند. خواهی نخواهی اصطلاحات مروجه آن کشور را که معرف ایرانی بودن است نه افغان با خود آوردند. از یک طرف و از طرف دیگر با اصطلاحات اصیل مروجه ما بیگانه شدند. جالب است حتی عده از دانشمند نماها و افراد و اشخاص که یعنی به چیز فهمی ادعا میکنند و واقعا یه چیز میفهمند که جرأت صحبت کردن دارند و جرأت نگارش دارند، اما معلوم میشه که این عده هم که با او ادبیات و با او صحبتایی که در افغانستان بود و او تاریخ ادبیات را که ما در گذشته داشتیم آشنایی هم دارن، اما قصدن این کار را میکنن. میگن ما هم این کار را میکنیم، میخواییم تغییر در افغانستان بیاریم. شما در امریکا صحبت میکنین، میخواییم در افغانستان تغییر بیاریم. برای من هیچ فرق نمیکنن، من قبول دارم اتنه. دانشگاه میگن، پوانتون میگن، یونیورسیتی میگن یا سایر کلمات برای من عادی است. اما شما دیگه کامپیوتر رایانه نگوین، شما سافت ویر و هارد ویر نیفهم تو باش تو یک نام دیگه کامپیوتر رایانه میگن، سافت ویر و هارد ویر هم یک نام دیگه خودشان ساختن. اما این کارها رو شما نباید بکنین، یک چیز خارجی است. شما نمیتونین رادیو رو ترجمه کنین، شما نمیتونین تلویزیون رو ترجمه کنین، برای اینکه یک چیز که از خارج آمده. تو خود جرأت و شهامت ساختن یک چیز نداری. تو بایسکل جور کردن نمیتونی، تایر کردن نمیتونی، بزرگ دوچرخه میگی. هر چیز میتونه دوچرخه شوه. بسیاری چیزا دوچرخ داره. حتی تیارای دوچرخه هم است. نامش بایسکل شده، تو خود بایسکل است. تو خود نساختی او را. اگر تو میساختی ما میفتیم آفرین به تو. دوچرخه چرا میگی؟ بخصوص که ایران با این وسیله منظور آشکار دارد و برای این منظور تلاش می‌ورزد، به هر وسیله‌ای که می‌شود زبان اصیلی که هویت افغانی ما را ممثل می‌کند یا ممثل زبان اصلی ما است زیر شعاع قرار داده، به جای آن اصطلاحات و کلمات غیر مروج بیگانه و نامانوس به خاطر سیادت آقایی و برتری خیش به اصطلاح خودشان جا بزنند. این عمل با وضاحت تهاجم فرهنگی بوده که در این زمینه ایرانی ها سخت فعال و هیلگرند. امروز سیاست ما در دست ایرانی هاست، رسانه های ما در دست ایرانی هاست. من به ای که اکثر رسانه های افغانی مخصوصا تلویزیون ها و رادیو ها توسط مالکین یا سرمایه داران اهل تشیع اداره میشه و مربوط اوناست، من مشکل ندارم. یک فرق نمی کنه، اونا افغان هستن، حقشان است داشته باشن به خاطر حفظ فرهنگ خود، به خاطر زبان خود. اما وقتی که اینا در مسائل سیاسی به نفع یک کشور بیگانه موقف می گیرن و زمانی که وسیله خود در اختیار یک کشور بیگانه برای نفوذ فرهنگی و کشور بیگانه قرار می دن، در اون صورت من فکر می کنم که این یک خیانت ملی پنداشته می شه. این تهاجم فرهنگی به وضاحت در رسانه های تصویری و صوتی افغانستان مثل تلویزیون ها، رادیو ها، هم گوش ها را می خراشد و هم انسان را رنج می دهد. و آنهایی که در این تلویزیون ها کار می کنند، چون اونا ماش بگیر هستند، یعنی ماش خور هستند مثل اساکر ما، اینا هیچ انگیزه ملی نداره. اولی که فرق من نطاق ژورنالیست بسیار زیاد است. هر کسی که نطاقی میکنه معنای از این نیست که ژورنالیست باشه. اما متاسفانه ما افغانا کل چیز ما برم خورده. یک استاد پیدا شده که خدا شاهد است که در هندوستان یک استاد باشه. امروز لطا منگشکر و محمد رفیع و مکیش و سایرین استاد نشدن.
اما در افغانستان هر کس استاد شده در پیش نام خود دشتا میکنه استاد و در این روزا دکتر هم بسیار مود شده نفهم دکتر عبدالله مایب و دکتر فضلی و دکتر چطور و سبا دکتر داوود سلطانزوی و دیگه سبا خانم زوره یوسف سلطانزوی و دکتر زوره یوسف سلطانزوی و دیگه سباش آقای چی میگنی وزیر عدلیه را آقای معنوی دکتر معنوی کس از اینا سوال نمیکنه او برادر کمی تو همی دیگری از کجا آوردی برادر تو آیتی بودی در ریاست جمهوری کار کمپیوتر پیش میبردی یا خوش خدمتی کردی به رئیس جمهور در تیارک عازم یک از کشورهای خارجی بود یک خوش خدمتی شخصی کردی در ازایش تو رئیس شدی در ریاست جمهوری بعدا تو سفیر امریکا شدی حال مشاور امنیت ملی آقای غنیستی همکاره و کل مختار افغانستان هستی تو چی وقت پیدا کردی چی وقت رفتی در یونیورسیتی تو چی وقت دکتر شدی ما از ماستری و لیسانست خبر نداشتیم که تو حال دکتر شدی یا رهبرای جهادی مگروز یک چونه سوال کردم گفتم که نام از این آدم نمیگیرم مسئله عزیز که مسئله شخصیش است من سوال کردم من نمیفهمیدم گفتم شما ببخشین در کدام فاکولته بودین گفت من فاکولته شریعت را خواندیم در پوانتونی کابل خب قبول مواله برای زیک بسیار خوب صحبت میکنه و آدم چیز فهم آمه است وقتی که وزیر شد من شنیدم که اشپیلیسه را در وقت وزارت خود خلاص کرد این کار خوب است این کار خوب است آفرینش اما تو به من چطور بگی که من از فاکولته شریعت برامدیم چرا این دروغ گفتی اون بر ما برای یک آدم میگی از جانب دیگر دولت آخوندی ایران تن چند از افغانهای فروخته شده را که با القاب استاد و دانشمند و دکتر مسلح ساخته است برای پخش هرچه بیشتر این تهاجم فرهنگی گماشته بود گماشته است و در آینده هم با در نظر داشت ضعف دولتداری در افغانستان خواهد گماشت و من اطمینان دارم که تعداد زیاد از هموطنان و بینندگان گرانقدر ما با آنها آشنایی کامل دارند و ضرورت به معرفی بیشتر آنها نمی باشد ما می باید کاری کنیم که بین ما و چند میلیون خواهر و برادر هموطن ما که از ایران برگشتند امکانات افهم و تفهیم ساده و عام فهم مهیا گردد تا آنها دوباره به اصطلاحات اصیل خود برگردن و بدانن وقتی ما میگوییم مطلب ما از برادر مادر ماست و وقتی دایی میگوییم مطلب ما از نرس یا قابل است که زایمان میدهد نه مامای برادر نه مامای برادر مادر ما همچنان وقتی ما غوری میگوییم غوری خوب هم وسیلی است که یا ظرف است که برنج کشیده میشه معمولا و یکی از شهرهای افغانستان است غور اون مسئله جداگان است منظور از غوری چاینک نیست و دیگر اینکه غوری را قوری تلفظ نمی کنیم یا برعکس قربان را قربان یا غربون نمی گوییم یا تفکیک هیچ بین قاضی و غازی در زبان آنها دیده نمی شود یا چانه را چونه نمی گوییم چه چونه در افغانستان چیز دیگر است یعنی سنگ آهک است که در تعمیرات از او استفاده میشه و چانه چیزی دیگر به هزاران لغت و واژه دیگر است که تلفظ آن توسط دوستای ایرانی ما کاملا به صورت غلط نمیگم اشتباهی صورت میگیره خوشبختانه اصل سخن در کجاست خوشبختانه سال گذشته ما وقت چون کم داشتم من نتانستم که با ایشان یک مصاحبه کنم دانشمند و نویسنده و محقق ورزیده کشور ما جناب آقای ولی نوری که یک نویسنده بسیار توانا و فعال هستند و در کشور فرانسه زندگی میکنند پیشنهاد کردند تا سنگ اول این کار را
با تهداب ایجاد قاموسی میگذارد که اصطلاحات فارسی مروج در کشور همسایه ما ایران را به اصطلاحات مروج معمول و زیبای دری مردم افغانستان به دسترس خوانندگان و نویسندگان و خاصتا نسل جوان افغان قرار میدهد. نسلی که امروز از هر وقت دیگر بیشتر در برابر تهاجم فرهنگی کشور ایران قرار گرفته و به نسبت نبود یک قاموس یا فرهنگ فارسی دری آسیب پذیرتر می باشد. با گذاشتن این تهداب تاکنون توانسته است در حدود 2600 کلمه و اصطلاح را با صورت درست نوشتن و تلفظ آن با تشریفات معذرت می خواهیم با تشریحات و مثال ها شامل آن بسازند، اما متوجه می شوند که این کار با یک تن بیمار زمان زیادی را نیاز دارد و ایشان می نویسند که من که پا به 82 سالگی گذاشتم نشود ناگهانی از نزد شما و از این جهان بروم و این کار فرهنگی حیاتی ناتمام بماند. آقای ولی نوری در یادداشت که از پورتال افغان جرمن آنلاین آن را اقتباس کردم و پورتال افغان جرمن امروز برای اکثر خانه ها و هموطنان ما کاملا یک نام آشناست در سر جهان و مونس همه روشن فکران، صاحب نظران و قلم بدستان، آقای نوری میگه التجا میکنم این کار ناتمام و بار نیمه راه را از ورای صفحات درخشانش در خدمت همه خوانندگان قرار دهد و با کمک تکنولوژی پیشرفته عصر و انجینیران فرهیخته‌ای که دارد چنان زمینه ای را مساعد سازد که همه مردم افغانستان خرد و کلان، پیر و جوان، آقایان و خانم ها هر کدام برای تکمیل این پروژه عامل منفع فرهنگی کلمه اصطلاح و ضرب المثل در آن بیفزایند تا روزی اگر من باشم یا نباشم این تحفه فرهنگی و ادبی به پیشگاه آیندگان به صورت آبرومندانه تقدیم گردد و در راه مقاومت در برابر ورود کلمات بیمورد و اصطلاحات نامیمون، نازیبا و خود ساخته و خود بافته بیگانگان صد محکمی را اعمار نماید. آقای ولی نوری در پایان صحبت خود یا تبصره خود می افزایند از تمام نویسندگان، اندیشمندان و افغانهای داخل و خارج وطن خواهش دارم تا در چوکات این صفحه اینترنتی که پورتال افغان جرمن آنلاین به دسترس آنها قرار خواهد داد بر علاوه نظر خیش اصطلاحات و کلمات را که در افغانستان معنی دیگر دارد و در ایران معنی دیگر ثبت نمایند. البته وقتی که تعداد زیادی از این اصطلاحات و کلمات از برکت توجه شما به دست آمد آنها را ردیف بندی کرده و به صورت الفابت با کمک و حمایت فرهنگ دوستان به چاپ و به دسترس همگان قرار میدهم. اگر این راه پرپیچ و خمی که ما در پیش گرفته ایم راه سالم و راه درست باشد از کور و دانی تیر، امید آن را داریم که این راه را تعقیب نمایید و به مخالفین و خدمتگاران بیگانه اجازه ندهید که به ما لعنت بفرستند. دوستان ارجمند، همتانان گرامی، ای بود تبصیلی که خدمت شما عرض کردم و اینمی واقعیت است که بر شما گفتم. امروز بسیاری کشورها به هیچ خود پاکستان هیچ چیز نداره، هیچ چیز نداره. به زبان هندوستانی، به زبان هندی ها افتخار میکنن، به مذهب افغان ها افتخار میکنن و حتی نام وسایل محاربوی خود که میسازن، راکت ها را و راکت انداز ها را مسما میسازن به نام بزرگان افغانستان. ما که هر چیز داریم میگم از ما نیست، از ایران است. وقتی که از ایران است چرا استفاده میکنی؟ اینقدر تو رنج میبری که دانشگاه را پوانتون دانشگاه میگی، فرق نمیکنه بر ما، فرق نمیکنه. من 10 بار دانشگاه میگم، ولسی جرگه از ماست، مجلس نمایندگان، شورا، کلش از خودم است، از توس، از هر کدام ماست. دل ما کار کنه میشه به کار بردیم، نمیتونیم یک آدم مثلا محکوم کنیم و او را به خاطر که تو قبیله گراستی و تو قبیلویستی و تو چطور هستی. او برادر، مسئله قبیله و قبیله گرایی امیرا میخوایم که براتون روشن بسازم، قبیله گرایی تنها مربوط پشتون ها نیست،
خدا شاهد است مگر از این به این دلیل بگم که من پشتون هستم. قبیله گرایی هر قوم در افغانستان، هر قومی که در افغانستان است یا هر قوم از افغانستان، اینا قبیله گرایی دارن. شما ببینین وقتی که آقای محقق وزیر پلان شد، کل قوم خود در وزارت پلان برد. وقتی که آقای دانش معاون دوم رئیس جمهور شد، اکثر اقوام خود مشاور ساخت. به این شکل آقای غنی 145 مشاور داره که 90% مشاورینش متاسفانه پشتون هستن. من تایید نمی کنم. چرا کرسی های حساس دولتی چرا تنها به قوم خاص داده میشه؟ مسئله اعتماد دیگه چیز است. شما یک آدم مفت وزیر نسازین. من مخالف اینمی کار استم که ریاست اداری امور اداری امور انجام میده. فارغ تحصیلان پوانتون ها را یا به گفته شما دانشگاه ها را یا مکاتب مسلکی را، اینا را ازشان امتحان کنکور میگیرن. ببینین یا ولسوالا را در وزارت داخله یا در به اساس نمرات که اینا میگیرن به اساس بر از اینا کرسی ها را تقسیم میکنن. در این معادله یک چیز گم است، او عبارت است اعتماد است. درست است شما هر کس بشر دوست نمیشه. مثلا بشر دوست 1000 است، آدم بسیار لایق است، دکترا هم گرفته و مورد اعتماد مردم افغانستان هم است. اما وزیر اطلاعات فعلی افغانستان که سلب صلاحیت شده یا رای اعتماد هم نگرفته، مثلا از این آدم اعتبار ندارم. وقتی قاسم سلیمانی جاسوس ایران، یک آدم ظالم، یک آدم خونخوار که به هزارها تن از مردم شریف و نجیب ایران به قتل رسانده، ای به دیدن آقای وزیر میره، من میده که نامش یادم رفته که چی است، ای آدم قابل اعتماد نیست. شما باید در امنیت ملی یا مثل که در سابق بود یا هر جایی که دارین یک آدم خوب از غربل تیر کنین. تنابه این نمیشه، به این بسنده نکنین که ای آدم لیاقت داره. درست است آدم نالایق هم معرفی نکنین. آدم نالایق هم من نمیخوایم که شما معرفی کنین. از او که یک آدم جاسوس نباشه، درست از رابسته نباشه، لیاقت هم نداشته باشه. ما در بین اقوام مختلف افغانستان، افغانهای خارج ها شما کامل از لیست کشیدین، در داخل افغانستان بسیار افراد گفته آقای کبیر و ویدا آبرومند داریم، مردم بسیار پاک داریم، مردم بسیار نجیب داریم، مردم داریم که دلشان به خاطر وطن و به خاطر ملت میسوزه. اما تو یک آدم را که امر قاسم سلیمانی او چندین بار ملاقات کرده و هیچ کنم توجیه هم نداره، تو چی کار هستی؟ تو والی یک ولایت هستی، چطور میتونه یک جانی، یک قاتل، یک تروریست سفر کنه؟ یا از کدام را رفته به بامیان که تو با مذاکره میکنی؟ به می شکل تعداد زیاده از وزرای افغانستان اینا قابل اعتماد نیستن. دلتان که خوشتان میه، دلتان که بدتان میه. ما حتی در حکومت داوود خان، زمانی که داوود خان به شهادت رسید، اینا باز از گپ خیست، روزه مدیر قلم مخصوص بارق شفیعی که ما از وزارت هم گفتیم مردم منفک شده بودم، برای ما تلفون کرد. آقای سید زرینشاه این مدیر تحریرات وزارت اطلاعات و کلتور وقت بود، بارق شفیعی وزیر بود و یک نفر بود به نام امین افغانپور، این معین کلتوری بود. مرا امین این داستان دیگه داره که سید زرینشاه چرا با ما زنگ زد، یعنی از گپ خیست. در زمان داوود خان اکثر رفیقای پرچمی ما به خاطر دارن، نامای چونم خواسته باشن من میگیرم. شخص بود، آدم دانشمند و تعلیم یافته بود و کل مردم میگفتن که ولی سیاهی است، در حالی که بیچاره سیاهی نبود، یک فرزند صادق افغانستان بود، آدم لایق بود، بهترین نویسنده بود، بهترین ژورنالیست بود. سید شفیع رایل، خداوند عمر دراز براش بده. سید شفیع رایل وکیل معین وزارت اطلاعات فرهنگ شد. وزیر هم با او اختلاف داشت. تعداد زیاد مردم با او اختلاف داشتن و فکر میکنن که جاسوس سی آی ای است. گناهش دیگه چیز نبود. این رئیس کابل تایمز بود. در حتی در او وقت یک آدم به خاطر یک گرایش داشت یا نداشت، این محکوم به این میکنن که ولی یادم کمونیست بود. مثال دیگهش دکتر اکرم عثمان. دکتر اکرم عثمان گرایش سوسیالیستی داشت، دکتر اکرم عثمان گرایش چپی داشت، اما اکرم عثمان نوکر روسیه نبود. دکتر اکرم عثمان به روسا کار نمیکرد.
امروز سوسیال دموکرات در آلمان است، امروز سوسیال دموکرات در کشورهای اسکندیناوی است، مثل که آقای میانوال. من دیشب با یک کس بحث کردم، بر من میگه که میانوال شهودی جاوید بود. گفتم والا بسیار یک آدم چی بگویم برات، نمیفهمی که نمیفهمی بحث هم نکو. میانوال شهودی جاوید اونا دیدن که از گپ خیست. امی آقای شفیع رای تمام پرچمی ها را از وزارت جمع کرد. اولی که در امتحان کنکور چینی استاد مضمون وقایع روز بود، تعداد زیاد پرچمی ها را نمره کم میداد. به وزارت که آمد تعداد از اینا را همه ایشان را جمع کرد و اینا را فرستاد به ریاست باستانشناسی. یکی از افراد یا اشخاص امی آقای سید زرینجا بود که عضو شعبه روابط فرهنگی وزارت اطلاعات فرهنگ بود. ما وقت مدیر بورسا بودم در وزارت اطلاعات، فیلوشپ ها و سکادرشپ ها، و این میفهمید که چون من شاگرد شفیع رایلان بودم، دوست نزدیکشان بودم، از من خواهش کرد که نبیل جان اگر لطف کنی آقای رایلا بگوی که مرا به باستان شناسی روان نکنه، به خاطر از این که من مریض هستم، یک تکلیف جگر چیزی داشت و خانه ایمام دور از هر رو تا دالمان برم. من رفتم پیش شفیع رایلم، یه عذرم یادم کردم، یادم تبدیل نکد در ازایش و عوضش یادم که مدیر قلم مخصوص بارق شفیع شد. یک روز مره خواست، بر من خواست، گفت آقای مسکینیار پیش از این که برای خودت کنم حادثه پیش شود، دیگه از خودت من زور بام نمیرسه، من نمیتونم تو را نگاه کنم، یعنی محافظت دست خودت، هر کاری که میکنی کوشش کو که یک جای دیگه بری کار کنی. خب کار دیگه جایم نمیشد. ضمن صحبت با من گفت، میفهمید اینجا، با من گفت که روزی که من مدیر قلم مخصوص یا مدیر تحریرات وزارت اطلاعات شدم، دو چک آمد به نام دو مقام وزارت اطلاعات و کلتور افغانستان. نام اینا رو برتان نمیگیرم، میشناسی نشانه. گفتم چکا از کجا بود؟ گفت چکا از ساواک ایران. شما ببینید که داوود خان بود اشتباه کرده بود. داوود خان بود این نفهمیده بود. بنان آقای کرزی خب هیچ نمیفهمید، اشرف غنی چطور میتونم؟ من که میگم که دولت کابل یا حکومت کابل مملو از جاسوسای خارجی هستند، به می دلیل است که براتون میگم. تو والی بامیانه که سلیمانی رو دعوت کرده بود، او رو باز وزیر اطلاعات ساختی. خانه همی وکیلا هرچی که هستن آباد کمی آدم خبرش رای اعتماد ندادن. بر صورت افغانستان برباد شده، افغانستان تباه شده، تاریخ افغانستان رفته، فرهنگ افغانستان رفته، ادبیات هم که جز فرهنگ و تاریخ ماست از بین رفته، آداب معاشرت از بین رفته، احترام از بین رفته، اما زیبایی ها و مقبولی هایی که در روابط خانواده ها بود از بین رفته، جای کلش دلار گرفته، کلدار گرفته، ریال گرفته و لیره گرفته. اگر دروغ میگویم بگوین. من که امروز اینقدر مردم میشناسم در افغانستان، یا از من حراس دارن یا احترام دارن یا که هرچی است، خدا شاهد است یک آدم من به نام اسد وزیری، این وکیل فامیل خسرم بود. من از بدبخت رفتم میره وکیل خود گرفتم، یک چند جریب زمین مادرم در کودامن بود، این وکیل سه وقت زمین فروخته سر یک جنگ سالار به نام قماندان، امیده که نام از این یاد نمیرفت، کاش یادم میامد که شما میشنیدین، سر از این قماندان فروخته و بر من ختم داده که من پسیت سیم آباد میتم، 390,000 دلار. این 390,000 دلار پول من نبود، پول 4 برادر و 2 خوار من بود و مادر من بود. به هر جای رفتم جز یعقوب حیدری والی کابل، دیگه هیچ کس به من کمک نکرد. وازیز روز کس به من زنگ زد، گفت که چرا پیش برادر کرزی نمیری؟ گفتم برادر کرزی، برادر 5 سال پیش وقتی که برادرش وزیر بود، گفته بود من کارای زمینای فامیل خسارت خلاص میکنم، من 1,000,000 دلار بتین. او آدم کار وزیر شهرسازی و خانه سازی شده، ما چطور پیش از او برم 1,000,000 دلار قبلا خواسته بود؟ از این قصه براتون من هیچ وقت نمیخوام سر مسائل شخصی خود گپ بزنم، اما خدا شاهد است اینقدر جفا دیدیم، اینقدر من از اینا زشتی و پلشتی دیدیم که هیچ حد نداره. کدامش براتون بگویم اگر قرار باشه صحبت های شخصی را بکنم.
خب بر صورت دوستان ارجمن هموطنان گرامی دیدین که از گپ خیست گپ پین در زمین ها رفت و سر محمود کرزای هم آمد و سر دگه هم آمد. یک روز ما باید سر حامد کرزای و فامیلی شام گپ بزنم. بازی برای من فرق نمیکنه. باز قنداری ها مرا میگن آی مسکین یار تو خودت قنداریستی، تو خودت فرانت دورانیستی، تو چطور کرزای بد میگی؟ گفتم بابا برادر با ما چی که کرزه؟ ما در دوزی خود که قصه خدا بخش آقای لودین ما خود در دوزی و در چپاول و در استفاده جویی خود قوم و خیش و دوست آمد کرزه و فامیلیش نیستم. ای که هستیم هستیم از بد حادثه که ما از او قنداری و دورانی برامدیم. بر ما فرق نمی کنم. در آغاز صحبت امروز خدمتتان عرض کردم من لیاز برادر خودم نمی کنم. تلویزیون آریانا افغانستان بفرمایید. من بر شما سلام احترام تقدیم میکنم. خواهش میکنم. خدمت خودتون تمام بیننده های محترم من گل بار قیام هستم. میشناسم. خواهش میکنم. هر کسی که برای زنگ میزنه اگر لطفا میشناسیش نامشه بگی. نامتو میکنم. اگر نمیشناسیش برش بگی که نام خود بگیره کمی لسته وطن فروش ها وطن پرست ها پیش ما باشه. درست است. مسکنیار سه بروز دوشنبه خود گفتی که یک نفر برای وزیر سر اطلاعات و کلتور گفته بود چرا آقای مسکینی ها نمازات اطلاعات کلتور نمیگیرین؟ البته او قدم من بودم و همون شبه که آقای سید مقدون این به منزل ما میامد من برای خودت و برای نادر کمیاب و برای خطاب صاحبم تلفن کردم گفتم اگر اصلا تشریف آورده بتانیم اما شما نسبت بود مسافه تشریف آورده نتانستین. یک تعداد زیاد مردم آمده بود اینجا به منزل ما. منظور ما از این بود که برای وزیر صاحب اطلاعات کلتور گویم که کار به اهل کار سپرده شود. من فقط منظورم فقط و فقط همین چیز بود و بس. و همون روز آخرین کسی که برای خودت زنگ زد آقای معروف صاحب است که آقای معروف میه که آقای قیام میه که معروف چیز رو من میفهمه یا با کنم دانش خود این گپ اصلا من میدونم در حالی که ما ایتا نگفتیم. اگر شما در پروگرام اوتکی سبیرین روز جمعه آقای معروف از و بسیار صراحت میگه که در افغانستان فقط و فقط یک نفره که جهاد کرده برای روسا فقط و فقط گلبدین حکمتیار بوده و حقانی و بس. البته مثلا از اینمی گپش خوب کردین خوب کردین انتقاد دارم خوب کردین گرچه که مورو سبب ما به اشترامم دارم دوست ما مثلا ما دیسی منافع اولیای کشور ما منافع شفکیل بخیر یک کرم آفرین آفرین باید هم تو باشه باید هم تو باشه بله. و ما برش گفتم که با کدام منطق خود تمیره می که تنها و تنها گلوین حکمتیار در افغانستان جهاد کرده و بس. امیال اگه آقای معروف کتاب الکساندر سوخاروف هم مطالعه کنی یک جنرال روسی میگه مسکنیار سه میگه ما از مردم افغانستان قدر ترسیده بودیم که وقتی که تیاری ما در میدان هوایی بگرام پایان شد یک تفلک 7-8 ساله یک چیزی در دستش بود و طرف تیاره میدوید پیش از اینکه طفل به تیاره برسم و طفل از بین بردیم وقتی که دستش میبینید درش فقط یک سنگ بود و بس. والله و بلا اگه اون طفلک یا در حزب گل بزیم گیره باشه یا او از حزب بازی چیده میفهمیدم اما از طرف پدر و مادرش برش گفته بود که روز سر ما تعرض کرد روز ها را که این که حتی که یک سنگ هم بزیم گل بزین حکمتیار تنها جهاد نکره برای افغانستان تمام مردم افغانستان یک خلق تو پرچه میره جهاد مفتم نکره یک خلق تو پرچه میره گفتن نمیتال میگه تمام مردم افغانستان برای روسا بله بار بار امکانات که داشتن افغانستان برای من در حال قرار فرمودی خود جهاد مفتم نکن اینا به منها دلار هم در جیب خود انداختن. بله از طرف دیگه می یکی تیمی که دو هر هفته در مابین از یا پروفیسر هست و شیخ العدیس هست و دکتر هست و مردم های فامید هست از یک طرف ایتور میگه باز یک طرف دیگه میگه ما به او کار نداریم ما کسی میخواییم که در افغانستان خدمت کنه قاچاق از بین ببره مواد مخدر از بین ببره برای مردم افغانستان خدمت کنه. ما سوال من ایست که همین مردم هایی که در دو حجم شده و سامی کسایی که سنگ دوستی طالبا رو به سینه میزن لطفا نگیم آقای معروف برای ما بگوید که اینا سال 1996
تا سال 2002 در افغانستان داری چی اما خدمتی که بر افغانستان کردن چیست؟ و از آقای گلبدین حکمتیار که بسیار طرفداری میکنه، آقای گلبدین حکمتیار از سال 1992 تا 1993 چه چیز صدر اعظم افغانستان بود؟ بله بله، صدر اعظم صاحب میره در چالوسیا میشینه و در یک روز 1400 راکت سر کابل فایر میکنه. بله، جنگ صدر اعظم و رئیس جمهور و وزیر دفاع رئیس جمهور کابل با ایران تبدیل میشه و 60,000 انسان بیگناه به شهادت میره. این خدمت آقای گلبدین حکمتیار است که آقای غفور معروف عزیز باز تعریف و توصیف هم میکنه. بله تشکر بسیار، تشکر جان مسکینی آرسر. بله، که اگر یک تیم دو های یک مردم های فامیده و رسیده و وطن پرست و دلسوز بر افغانستان باشن، خدا شاید است که کل کار یا فقط فقط اگه مردم درست میبود دو هفته را کار بود. بله بله بله، فقط کار چانه زدن، چانه زدن است، چانه زدن است. برای دو سال است که اینا چانه میزن، باز یک تا مردم از اونا طرفداری میکنن. این ما که باز یکت میزنیم، یکت دیگه هم در پشتر ما میزنیم که آقای قیاماره تور گفتی، آقای قیاماره تور گفتی، آقای قیاماره تور گفتی، آقای قیاماره هیچ کس را میکنم ولی پدرش باشه. تشکر، زنده باشین. تشکر، تشکر. تلویزیون آریانا افغانستان. السلام علیکم جناب محترم مسکینی هستم. السلام علیکم صاحب، شما که آقای نیازی هستین به برازی گفتن که وظیفه دارن نام تارن نوشته کنیم. بله بفرمایید صاحب. بچشم بچشمای خود احترامات خدا برای خودت، برای فامیل محترمت، برای مادر که بزرگوارت. تشکر، تشکر، زنده باشید، زنده باشید. در کل که افتاده آرام باشه. پیشتر خودت گفتی که من هیچ کس طرفداری نمیکنم. اگر خدا پدرک حیات می بود کدام کار میکردم بود تلویزیون میگفتی که پدرم میگفت میگفت من شهادت میدم برای اینکه من 50 سال تقریبا 50 و چند سال دیگه من میشناسم از طرف وزارت اطلاعات کلتور که هم دوره آل سید مقدوم رحیم رفیق ما که غیبتش نشه او وزیر است. اگر خودم بود پاکی و چاپلوسی برای قرضه میدونی و برای نه بس این کپار بانه ما به لیاقت و به دانش سید مخدوم رهین واقعا احترام دارم و ای که هر کس یک رویه داره با ما کدام آدم بسیار هوشیار است در مقابل ما، بر علاوه که آدم وضعیت خراب نکرده جزی که در غیاب هر کار که کده اما ما را بسیار احترام کده. یعنی بتن ما از این نگاه نهاد در مسائل ملی ما باید قضاوت ما بی‌طرفانه باشه و اتنا نشه که به خاطر که یک آدم دوست است یا رفیقش است از جانبداری کنیم. ما در مخالف کارش هستم، مخالف کارنامه‌ش هستم، اما در لیاقتش و در فهم و دانشش من احترام دارم. تشکر بسیار، تشکر. میفهم جناب محترم مسکری هسته بتر است که خودش جناب سید مقدوم رحیم رفیق ماست. یک شب هم ورجینیا آمده و ادنایش صحبت میزنن، گفتم یک مورید پدنم هست سید امیدال آقا نامش هست در قرغه هست. آه گفتین، او گفتین، او گفتین، بله گفتین که بچه کاکا هم هستن. دیگه این پرست که من خدا طرفداری از خودت نمی کنم. نه تشکر، نه خواهش میکنم، نه خواهش میکنم. قلب پاک داری، کینه نداری، یک شخصیت بزرگوار کینه نداشت میشه با خداوند سان نزدیک میباشه. تشکر. و دیگه این گلبدین حکمتی ها من دوری میشناسم که سیدال که تفنچه در پوانتون، در پوانتون بند خیانت، چی خیانت بود در افغانستان؟ درست است. چی خیانت بود که نکد؟ چقدر نفر کشت؟ 25,000 مردم کابل به قتل رسانگی آمد جامعه ظالم ربانی ظالم خدا یارا در غضب خود گرفتار کنه. تشکر بسیار، تشکر، میبخشن. نیازی سب تعداد زیاد بیمیندهای ما انتظار دارم. تشکر، بیزت درامت خدا باشید. تشکر. تلویزیون آریانا افغانستان، نامتان چیست ببخشن؟ بله سلام علیکم. بله ببخشن نامتان؟ من نوری است. آقای نوری؟ بله بفرمایید سب، در خدمت شما هستم. تشکر اگه اجازه باشه من سر در کنتکست زبان چند کلمه حرف میزنم با مثال ها. بفرمایید، خواهش میکنم. ادرس مادر زبان ها سانسکریت است و سانسکریت دو کتاب داره که یکی اوستا و دیگه ریک میدانم داره. کتاب اوستا با زبان دری نوشته شده، یعنی در این البته یک سنگ نوشته پیدا شده که صرف کسانی که با آثار علامه عبدالحی حبیبی با آثار علامه با تایید علامه احمد علی کوزاد میدونن و صلاحیتشون را دارن و صلاحیت ما بالاست. یعنی در آغاز زبان ما دری بوده، حتی بیش از 300 سال و حتی زیاد شاهان ما افغانای پشتون تبار زبان دربارشان زبان دری بود.
مثال دیگر را از روسیه میارم. قبل از انقلاب کبیر اکتبر زبان تزارهای روس در کنار زبان روسی فرانسوی بود. یه جایب نداره. آمدیم که چه تفاوت های داریم بین زبان دری و زبان فارسی که دریجان برواجه است. اساسا هستش هم دری هم فارسی هم تاجکی یک زبان از منشش اما ببینیم. ما یک وقت زار تحت تاثیر افغانستانی ها و اصطلاح شده بودم، تحلیل غلط میکردم اما ببینیم. همی افغانستانی ها میگه شعر بلند داستان بلند. ببینیم ما از دست را افقی می نمیسیم، از دست راست به چپ و امودی می خوانیم از بالا با پایان. پس بلند و دیگه چی ما نداره دیگه است. ما می تونم بگیم شعر کوتاه یا شعر دراز، دراز داستان کوتاه یا دراز داستان دراز. بلند بلند شعر بلند بله غلط است شعر بلند. مثلا اونا میگن موهای بلند، ناخونهای بلند، دامن بلند که گب برسوهی میکشه. مرسیدم بله مرسیدم بله. خب گوش کنید، در متون کلاسیک حتی این نبوده، همیشه در متون کلاسیک موهای دراز بوده، ناخونهای دراز بوده، دامن یا کوتاه بوده یا دراز. یا بخی هستیش که کنیم ماکسیک در که در مرسیو نپوشیدن طبق اشرافی ما میپوشیدن. آمدیم سر یک مثال شد سر امی بلندش بگم های بلند و ناخنهای بلند. سر های بلند انگلیسی میارم، ما قدر انگلیسی درست یاد ندارم. در انگلیسی میگه She is a tall lady with a long ear. او زن قد بالای بام های دراز سب درسته. در انگلیسی نمیگه که She is a tall lady with a tall ear. متوجه هستین؟ گذشته از این ما بادرنگ میگیم. بفهمیم ایرانی ها چی میگه؟ خیار. بله خیار از خیار عربی گرفته شده. بله امی مرچ خشک که سیا مرچ سرخ میگن، مرچ سرخ سیا فلفل میگن. بله و فلفل میگن. بله متوجه از مرچ دلمهی را فلفل میگن. فلمن. بله متوجه هستیم. فلاز ما چی نیاز داریم که این همه فرهنگ ستیزی اونا را قبول کنیم. تمیست که البته در ایران باید ببینیم بر زبان فارسی در کل بسیار کار شده، در افغانستان هم کار شده، یعنی پول مصرف زیاد شده، سرمایه که واقعا در اون موارد ما هرگز مخارف نویسندگان و شعرهای ایران زنین نیست. از شامبلو گرفته تا بسیار شعرهای دیگه ما وقتی که میتونه نمیگم. تشکر. بابا شه نوری صاحب، شما آقای ولی نوریستین؟ نه خیر، من محمد الله نیستم. معذرت، تشکر بسیار. تشکر متاسفم. نه نه، من ربطی به اونا ندارم، من یک شاعر پشتون زبان. بسیار تشکر، بسیار تشکر. مهربان هستید. تلویزیون آریانا افغانستان بفرمایید. سلام علیکم آقای مسکنیار، من ریلی درمال هستم از کانادا. شما رو زمان من بر شما سلام اترام تقدیم. من فقط میخواستم بسیار زیاد تشکر کنم از آقای نوری و دکتر سب نوری از این تصحیح که زبان دری و فارسی را کردن. واقعا ما ازشان بی اندازه ساز کشیم میتونیم مفقیت رو بیشترشان رو میخواییم. تشکر بسیار، زنده باشین. تلویزیون آریانا افغانستان. تلویزیون آریانا افغانستان. جناب محترم مسکنیات سلام. بله سلام صاحب، چطور هستین؟ صحیح شما خوب هستین؟ و خدمت شنونده های محترم شما تقدیم میکنم. ما آواز ما را کلی میشناسم و قیام صاحب چون رئیس جمهور اینده افغانستان. نه نه من میگم بیان همی بحث ختم کنیم. شما هم گپتان ازدین، اونا هم گپ خود ازدن دیگه خلاص شد. اجازه بده. من معروف هستم، غفور معروف. میشناسم تا نه؟ نه، در لیست آقای قیام مرا بگذاره. دیگه ای که من
آقای سیام سلام و احترام تقدیم میکنم، او را دوست دارم، دوست من. خلاص دیگه دوستشان کنم. ولی چیزایی که میگه من نمیفهم، خیام سر رگام را نشان میباشه. امی مسئله را درست نمی، ما ایت وقت نگفتیم که گلبودین حکمتیار را افغانستان تنها جهاد کده. لعنت به کسی که میگه پزده و لعنت به کسی که دروغ هم میگه. ما ایت وقتی گپ نزدیم. ما مسکینیار ته محترم اجازه بده که ما تشریح کنم. نه خو توهین نکنه برین خارستین سئیس. احترامی نمیکنم. احترامی نمیکنم. ما بیشتر دوست دارم آقای خیام. تو یک دقیقه ده گوشتون باشه که من یک دو نفر ده هولد بانم. بفرمایید. ما آقای خیام دوست دارم. آدم بیشتر جوانمرد آمد وقتی که ما گینیا رفتم مرا دعوت هم کرد. مرویش هم میبوسم، احترامات تقدیم میکنم، ولی میقدر برش میگم که چیزایی را که تو گفت یک که زیر منه گفتیم. ما جناب مسکینیار صاحب ای را گفتم که در دوران جهادش هست ای را کل دنیا میگه، ای را معروف نمیگه که بار دوش جهاد بر دوش حزب اسلامی زیادتر بود و تنظیمشان دیشه منظم بود. برای ازی که امریکا پول بیشتر برشان میداد، نه هم پاکستان ایران بگوید که اما امریکا میداد هم پاکستان. بله نه او مسئله علایده است. از گفت میخیزم و گفته شما این که چرا امریکا برای زو پول زیاد میداد، بخاطر از این که مجاهدینش زیاد بود، مصرفی زیاد بود، سلاح زیاد. من این را گفته که در تنظیم سلاح فروشی نبود، بچه بازی نبود، زنک بازی نبود، شراب خوری نبود و مجاهدینش زیاد بود از حزب اسلامی. من تنها حکمتیار را نگفتم، حکمتیار یک آدم است. جهاد ملت شریف افغانستان کرده و جهاد مردم افغانستان کرده. خود در وقت انگلیس ها کرد، در وقت انگلیس ها میتمتیار کرده. ما فقط به آقای خیام میگم که گفار درست بشنه، او را پیل چطاو نته. و ما 40 سال از در خدمت مردم افغانستان بدون معاش هستم. ما نه ترجمانی کردیم. کی معاش میگیرم؟ من از کجا معاش میگیرم؟ شما چی میگن آقای معروف؟ تشکر بسیار تشکر. تلویزیون اوکی. هموطنان گرامی، فکر میکنم شما هم خسته شدین. تقریبا 1 ساعت و 5 دقیقه من در خدمت شما بودم و برنامه از گپ گپ میخیزه امروز هم در همین جا به پایان میرسد. تا برنامه دیگر در یک روز دیگر، خداوند یار یاور همه ایتان.